شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند آقای سمی نگاه بکنیم به اینکه اصلا چه شرایطی موجب شد مردم بریتانیا با این قاطعیت از حزب کار عبور کنند و یک بار دیگه روی بیارند به حزب کارگر برای هدایت کشور با درود به شما بانو صادقی عزیز و مردم عزیز ایران ببینید چند تا عامل بود مهمترینشون حزب محافظه کار برای چهارده سال در مسند قدرت بود و در ضمن این چهار سال پنج تا نخست وزیر عوض کردند. همه اونها با وعده هایی آمدن ولی نتونستند اون وعده ها رو عملی بکنن علا رقم این که اکثریت قاطع در مجلس داشتن مهمترین کارهایی که وعده حالا یا نیمبند یا بد انجام شد خروج از اتحادیه اروپا یا همون برگزیت بود مسئله کووید بود که در دوران نخست وزیری آقای بوریس جانسون با مسائل بسیار زیادی مواجه شد من جمله اینکه آقای بوریس جانسون به مردم میگفت جایی نرید کاری نکنید ولی خودش مهمانی هایی رو ترتیب میداد یعنی این چند حزب باعث شد و بعد از اون هم در زمان آقای ریشی سوناک آمدن و میزان وعده های مالیاتی مردم رو تغییر دادن و خواستن بودجه جدیدی رو معرفی بکنن که اون هم با مخالفت مردم روبرو شد پس ما میبینیم عوامل مهمی بودند ولی مهمترین اونها طول مدت کار حزب محافظه کار بود که بعد از چهارده سال نه هیچ ایده خوبی داشتن و نه هیچ پیام آور خوبی داشتن که بتونن به مردم انگلستان وعده کاری رو بدن و بتونن در راستای توانمندی اون وعده ها بر بیان. آقای سامی از لحظه ای که کرستامر وارد خانه شماره ده, ده بشه چه چالش های بین خواهد بود مخصوصا اگر بخوایم نگاه کنیم به در واقع چالش سپاه پاسداران هم میشه اشاره کرد در این زمینه صد درصد ببینید نکته جالبی رو اشاره میفرمایید حزب کارگر اعلام کرده که علاقمندی این رو داره که سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی قرار بده اما هم بنده هم جناب علی میدونیم که این یک امر بسیار ساده نیست چرا چون اون افراد کارکشته وزارت خارجه انگلستان اون سیویل سرونت ها اونها هستند که باید این برنامه رو بنویسند و بدن و اونها تعللی در کار ایجاد میکنن همونجوری که در طول دوران دولت فعلی هم ایجاد کردند مسئله بعدی که براش وجود داره این هست که همین هفته آینده بین سه شنبه تا پنج شنبه باید در واشنگتن باشه برای اجلاس ناتو بعد از اون به محض اینکه برمیگرده انگلستان یک شورای همکاری سیاسی اروپا رو داره که ایشون خودش میزبان اون هست و باید در زمینه روابط با اروپا و به ویژه مسئله چین و اوکراین تصمیم گیری بکنن ایشون گفته چین رو میخواد ازشون کنارگیری بکنه ولی برای اوکراین گفته کماکان حمایت صد درصدی خواهد خیلی متشکرم از شما شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا